دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به ویدیو جدید آموزش زبان آلمانی تو سایت فرالند خوش اومدید. امروز در ادامه درس سوم میخوایم جمع لغات رو با هم دیگه یاد بگیریم، پس با من همراه باشید. خب بچه، توی آلمانی میخوایم جمع اسامی رو با هم دیگه یاد بگیریم. قانون خیلی خاصی نداره و شما حتما باید از دیکشنری یا لغتنامه استفاده بکنید و جمع های هر لغتی رو حفظ بکنید. اما خب برای جمع کردن مثلا توی فارسی ما یه ها اگه اضافه بکنیم، مثلا رستوران رستوران ها اضافه بکنیم، اون لغت جمع میشه. توی آلمانی هم یه سری حروف هستش که اگه اضافه بکنیم اون لغت جمع میشه. خب اونو چی هستش؟ یکی اوملاوت هستش. بچه اگه اوملاوت رو به بعضی از لغات اضافه کنیم و روی حرف صدادارش قرار بدیم اون لغت جمع میشه. مثل آپفل، در آپفل، سیب، دی اپفل، جمعش میشه اپفل. اما خودتون نمیتونید همینطوری اضافه بکنید، حتما باید از دیکشنری استفاده بکنید و جمع رو از دیکشنری باید یاد بگیرید. بعضی از لغات هستن که جمعشون هم مثل مفردشون هستش و هیچ تغییری نمیکنن. اینجا براتون خط فاصله گذاشتم، یعنی هیچ تغییری نمیکنه، یعنی یا هیچ چیزی بهش اضافه نمیشه. مثل کامپیوتر، کامپیوتر در کامپیوتر، جمعش هم میشه دی کامپیوتر. یا دوغوکا، دوغوکا به معنی بچه پرینتر هستش، دستگاه چاپگر. این هم هیچ تغییری نمیکنه، فقط هم باید حفظ بکنید. بعضی از لغات با اضافه کردن ای آخرشون یا به حرف صدادارشون اگه املاوت اضافه کنیم و یه ای بهش اضافه بکنیم جمع میشن. مثل شتات، دی شتات به معنی شهر، جمعش میشه شتته، شتته. حرف صدادارش املاوت گرفت، یه دونه ای هم در پایان قرار گرفت که شده شتته. مثل زافت، زافت به معنای آب میوه هستش که جمعش میشه زفته، زفته. آ املاوت میگیره، تبدیل به ا میشه و یه ا هم در انتها قرار میگیره. بعضی از لغات هم که اگه ا بهشون اضافه کنی یا ان اضافه بکنید جمع میشه. مثل توماته، توماته به معنای گوجه فرنگی، جمعش میشه توماتن. یا شوستا، دی شوستا، خواهر، جمعش شوسترن، این در انتهاش قرار گرفت. بعضی از لغات هم اگه ایر اضافه کنید در انتهاش یا املاوت ایر، اون رو جمع میشن. مثل چی؟ آی، داس آی که لغتی بود که جلسه گذشته یاد گرفتید به معنای تخم مر، جمعش میشه آیا. یا مثلا بوخ، داس بوخ، کتاب، جمعش میشه بیوشا، بیوشا. او املاوت گرفت، حرف صدادار، و ایق هم در انتهای لغت قرار گرفت. یا مثلا بغودا، در بغودا به معنای برادر، یک برادر، و جمعش میشه بغودا. او املاوت گرفت و با یه املاوت و یه ایق که خودش داشت این به جمع تبدیل شد. یا مثلا لاند به معنای کشور، جمعش میشه لندا. یا اینکه اگه اس به انتهای بعضی از لغات ها اضافه بکنیم اون لغت یا اون لغات جمع میشه. مثل تاکسی، تاکسی، تاکسیز. او اس بی استیک، او اس بی استیکس، بچه او اس بی استیک میشه فلش، فلش مموری. یا رستوران به معنای رستوران که میشه رستورانس. این هم از این. پس بچه جمع کردن لغات رو حتما باید حفظ بکنید، خیلی قانون خاصی نداره. این که بگم حتما بعد این لغات ای میگیرن، اینا ای میگیرن یا بعضیشون اصلا هیچ تغییر نمیکنن، حتما باید از دیکشنری استفاده کنید. یه نکته بچه بهتون بگم، همه لغات توی آلمانی بهتون گفته بودم که آرتیکل دارن، حرف تعریف دارن، یا در یا دی یا داس هستن. حالا وقتی که لغت جمع میشه تکلیف اون در دی داس چی میشه؟ همشون به دی تبدیل میشن بچه ها. در دی داس، یعنی اگه لغت هم مذکر باشه، خونسا باشه یا مؤنث باشه، دی میشه جمعش. مثلا لغت داس بوخ که خونسا هستش جمعش میشه دی بوشا، یعنی هم بوخ تغییر کرد و هم آرتیکلمون. یا مثلا در اپفل یه لغت مذکر هستش، جمعش رو دی اپفل. پس این رو هم در نظر داشته باشید. بریم سراغ کتاب. خب بچه، جلسه گذشته تکست رو با هم دیگه کار کردیم، تا تمرین 9 هم با هم دیگه کار کردیم. امروز میخوایم از تمرین 10 شروع بکنیم. تمرین 10 هم صفحه 35 بچه ها.
Aufgabe 10. Zu zweit unterstreichen Sie in 8 die Nomen im Plural. میگه چی؟ بچه unterstreichen به معنای خط کشی کردن یا زیر لغتی رو خط کشیدن هستش. Nomen im Plural یعنی اسامی در حالت جمعشون. من جمع اسامی رو بچه بهتون گفتم. دوباره برگردیم به این تکست و با همدیگه یه آنالیز کوچیک دیگه انجام بدید. خب انجام بدیم. Emily Müller ist eine und reisisch und deutsch Lehrerin und ihr Hobby, sie kocht sehr gerne und sie hat ein Restaurant, das Thymian. Naja, ein Restaurant, sagt Jana, eine Kollegin, das Thymian ist kein Restaurant, nur ein Tisch. بچه ein Tisch, خب خودتون میدونید مفرد هستش. جمعش میشه بچه تیشه ا میگیره. In Emily's apartment in Berlin, aber cool und das Essen ist super. امیلی کوخت فور فرینده. بچه فرینده فرویند مفرد هستش، جمعش میشه فرینده، دوستان. پس یه دونه جمع این فرینده هستش. فور توریستن. بچه توریستن جمعش هستش. اوند برلینا داس تیمیان ایست این گوریلا اودا اندرگراوند رستوران. داس تیمیان ایست کلاین، 8 گسته کومن اون اسن بای امیلی. بچه گسته Der Gast داشتیم. Gast die Gäste جمعش هستش. پس Gast Gäste جمع مهمان ها که هم آ اوملاوت گرفت و هم ام در انتهای لغت قرار گرفت. Sie finden die Adresse auf Facebook. Emily kocht vegetarisch, Gemüse, Obst, Reis. آیا اون کارتوفل، بچه آیا جمع هستش، دس آی، دی آیا، کارتوفل، دی کارتوفل، جمعش هم کارتوفل، این خالی گرفت بچه. دس اسن ایس زیر زیر گود، آل لیبن، دس تیمیان، من کمت آلس گست، اون گت آلس فخویند. اندرگراند رستورانس، بچه رستورانس، جمع رستوران هستش، اس گرفته. گیبت اس این نیویورک، سان فرانسیسکو، اون برلین، اون auch in Düsseldorf, München, Zürich und Wien. خب این هم از این. بریم سراغ تمرین 11 هم که تمرین شنیداری هستش. Zu zweit hören Sie und schreiben Sie die Zahlen und die Formen im Singular und im Plural. گفته گوش بکنید و اعداد این لغات رو بنویسید کنارشون در حالت مفرد و حالت جمع. بچه ترک 53 هستش، گوش بکنید لطفا، بعدش با هم آنالیز میکنیم. خب بچه با هم دیگه گوش کنیم. Aufgabe 11. Aufgabe 11. Zwei Restaurants. Zwei Restaurants. بچه ein Restaurant. Zwei Restaurants. دو بنویسید پس. Zwei Restaurants. اجازه بدید منم براتون بنویسم. Zwei رستورانس. خب اینجا هم اگه در انتهای رستوران یه اس هم بچه ها بذارید حالت جمعش رو نوشتید. زوای رستورانس. بچه ها اگه در انتهای رستوران هم یه اس بذارید میشه رستورانس، حالت جمعش هم نوشتید. خب بعدی. درای کارتوفلن. درای کارتوفلن. بچه ها این کارتوفل. درای کارتوفلن. خب جمعش ان، فقط یه ان اضافه میتونیم بکنیم. درای کارتوفلن. خب بعدی. فنف توریستن. فنف توریستن. بچه این توریست. فنف توریستن. فنف توریستن. بعدی. زوی فرینده. زوی فرینده. بچه این فرینده. در فرینده. زوی فرینده. ای میگیره در انتها. دو هم میتونیم اینجا بنویسیم. زوی فرینده. فیر برلینه. فیر برلینه. بچه این برلینه یعنی یه برلینی. فیا برلینا. بچه هیچ تغییری نکرد. برلینا همون برلینا میشه.
acht Gäste. Acht Gäste. بچه ein Gast, der Gast. Acht Gäste. یعنی آوملاوت گرفت و ام در انتها قرار گرفت. آ شما خودتون بچه املاوت رو حتما بذارید. Sechs Eier. Sechs Eier. Ei. Eier. در انتها ا قرار گرفت. خب اینا رو بچه ها حتما باید حفظ بکنید. خب بریم سراغ تمرین بعدی. خب Aufgabe zu 12. Alle im Kurs lesen Sie die Übungen 3 bis 5 in Lektion 2b, Seite 24 noch einmal. Suchen Sie die Plural, den Plural der Nomen in der Wortliste im Anhang und ergänzen Sie die Tabelle. خب بچه ها گفته که تمرین های 3 تا 5 درس 2 قسمت B صفحه 24 رو یک بار دیگه بخونید و جمع این اسامی رو اینجا بنویسید که شما از این تمرین به بعد هر لغتی رو که یاد گرفتید جمعش هم کنارش بنویسید که یاد بگیرید. خب همونطور که بهتون توضیح دادم پای تخته بچه ها پلورال در دی داس همه آرتیکل ها به دی تبدیل میشن. اینجا نوشته شده براتون و چند تا اندونگ میگیرن. اندونگ یعنی پایانه، یعنی لغتمون یه پایانه هایی رو میگیره یا یه تغییراتی توش حاصل میشه که به جمع تبدیل میشه. مثل چی؟ یا ا یا ان اضافه میشه به لغت، مثل توماته توماتن، مثل آپفل اپفل که املاوت به حرف صدا دارش اضافه شد، یا اصلا هیچ تغییری نمیکنه، فقط آرتیکلش اگه در دی داس باشه به دی تبدیل میشه، مثل کامپیوتر، مثل دوغوکا که هیچ تغییری نمیکنن. یا ممکنه به یه لغتی اس اضافه بشه، مثل تاکسی بشه تاکسیز، داس تاکسی دی تاکسیز. یا ممکنه ا یا املاوت ا به لغتی اضافه بشه، مثل شتات دی شتات، پلورالش دی شتته. یا ممکنه ا ار یا املاوت ا ار به لغتی اضافه بشه، مثل آی آیا. این هم از این. خب یه چند تا جمله سازی بچه با هم کار بکنیم، من اینجا براتون بنویسم. مثلا داس ایست آین بوخ، میگیم این یک کتابه، داس ایست آین بوخ. حالا میخواییم جمعش کنیم بچه ها. خب مسلما اولین کاری که میکنیم آین رو حذف میکنیم، آین به معنای یک هستش. خب میگیم چی؟ داس ایست. خب داس بچه ها به فعلمونم باید توجه بکنیم، فعلمون ایست هستش. خب اگه جمع باشه ایست به چی تبدیل میشه؟ به زیند تبدیل میشه، داس زیند. خب مثلا میخواییم بگیم دوتا کتابه، داس زیند سوای. خب بوخ جمعش میشه چی بچه ها؟ بیشا او املاوت ایر. حواستون باشه شما روی او حتما املاوت اون دوتا نقطه رو بذارید. داس زیند سوای بیشا. مثلا یه لغت دیگه، ایش کاوفه، من میخرم. ایش کاوفه فنف آیا، فنف آیا آین. خب این آین بچه ها به فعلمون برمیگرده، به معنی یک نیستش. خب ایش کاوفه فنف آیا، پنج تا تخم مرغ میخرم، پس آی شد آیا. یا ایش هابه، یا اصلا با ایش هم نه، میگیم ار هات زوای شوسترن. این هم از این، ار هات زوای شوسترن، اون دوتا خواهر داره، شوستر شد شوسترن. این هم از این، هم از جمله سازیش که خیلی راحته. خب تمرین 13 هم که گفته که صفحه 145 و 146 رو با هم دیگه کار بکنید. Was sehen Sie auf Ihrer Webseite? Sprechen Sie. خب خب بچه این تمرین رو با هم دیگه باید انجام بدیم. صفحه 145 و 146. Was sehen Sie auf Ihrer Webseite? Sprechen Sie mit Partner, Partnerin. تمرین صحبت کردنی هستش بچه ها. خب
Auf Webseite B sind 6 Zitronen. بچه باید جمع ها رو حفظ باشید. خب میگه که در وبسایت B 6 تا لیمو هستش. Aber auf Webseite A sind nur bla bla. خب با هم بچه ها کار بکنیم این رو. خب tomate, tomaten جمعش. Orange, orangen میگیره. EN هستش انتهاش. Apfel, apfel. آی آیا کارتوفل کارتوفل بانانه بانانن بچه ها یه قانون کوچیکم بهتون بگم هر لغتی رو که تقریبا اکثر لغاتی که به ا ختم میشن برای جمعشون اگه یه ان اضافه بکنید کافی هستش و مثل بانانه بانانه شد بانانن مثل توماته توماتن اینم یه راهنمایی که راحت تر بتونید یاد بگیرید خب چند تا جمله سازی بچه با هم انجام بدیم میتونیم بگیم auf Seite خب auf Seite B gibt es drei Eier und zwei Äpfel zwei Bananen drei Kartoffeln und fünf Tomaten es gibt وجود دارد یا میتونیم بگیم که ich sehe vier Orangen خب اینم از این بچه جمله سازی رو حتما خودتون انجام بدید و بنویسید من یه دونه جمله اینجا مینویسم auf Seite میگیم در صفحه auf Seite مثلا A خب gibt es بچه ها gibt es فعل es gibt هستش به معنای وجود داشتن به جای gibt es که اینجا اومده میتونیم چی استفاده بکنیم sind هم میتونیم استفاده کنیم auf Seite A gibt es fünf ببخشید fünf Tomaten und drei Eier. خب این یه نوع جمله سازی شد. دوباره میتونیم بگیم مثلا auf Seite A sind چون جمع میخواییم به کار ببریم پس از sind استفاده کنیم. sind zwei Bananen این هم از یه نوع جمله سازی خب برگردیم صفحه 36 فکر میکنم خب صفحه 35 بچه تموم شد صفحه 36 تیغ اسن بچه تیغ das Tier به معنای حیوان هستش پس das Tier به معنای حیوان خب جمعش دی تیغه جمعش هستش به معنای حیوانات خب تیغ اسن اسن که به معنای خوردن بود تیغ اسن به معنای چی هستش بچه ها؟ یعنی خوردن حیوانات خب بریم ببینیم این صفحه برامون چی داره Aufgabe 1 Starten wir in Gruppen Machen Sie ein Kettenspiel Ich möchte Tomaten آیا اون بلا بلا خب بچه یه بازی گروهی هستش که ما نمیتونیم الان اینجا انجام بدیم با هم دیگه اما شما میتونید جمله سازیاشو انجام بدید مثلا فعل مشته رو براتون گذاشته اینجا بچه فعل مشته یا مشتن به معنای خواستن هستش و جمله باید بسازید باش مثلا ich möchte Tomaten ich möchte zwei Eier ich möchte drei Kartoffeln پس یه جمله سازی ساده هستش که بتونید از حالت جمع استفاده بکنید و خیلی آسونه ich möchte Tomaten Eier und مثلا Kartoffeln این یه تمرین هستش که لغات رو راحت تر حفظ بکنید و لغات رو کنار هم دیگه بذارید و حالت جمعش رو یاد بگیرید. خب بریم سراغ تمرین دو.
Zuzweit hören und ergänzen Sie. Was kauft Fabio ein? خب. ترک 54 هستش بچه ها. گفته گوش بکنید و این جملات رو کامل بکنید. Was kauft Fabio ein? بچه ها. فعلمون چیه؟ Ein kaufen. درس چهارم یاد میگیرید. Ein kaufen به معنای خرید کردن هستش. Ein kaufen. خب یه فعل جدا شدنی هستش بچه ها. Ein kaufen یا یه فعل دو قسمتی هستش که یه قسمتش جدا شده و آخر لغت رفته که صرف فعلش رو و گرامرش رو شما تو درس چهارم یاد میگیرید. خب گفته فابیو چه چیزایی رو میخره؟ یه سری لغات هم اینجا هستش. زوای، آینه، هوندرت، آین، زکس، اون، آین. خب بچه ها ترک 54 شما خودتون گوش بکنید. در ادامه آنالیزش رو من انجام میدم. خب گوش کنیم با هم دیگه بچه ها. زوای اون درای. Aufgabe 2 und 3. Tamrine dovum va sevum. Du Marta, ich gehe einkaufen. Du Marta, ich gehe einkaufen. بچه einkaufen gehen هم میتونیم بگیم یعنی خرید رفتن. Einkaufen gehen. میگه du Marta, hey Marta, ich gehe einkaufen. من خرید دارم میرم. Isst du gerne Fisch? Isst du gerne Fisch? بچه ایست همون فعل اسن هستش که صرف فعلش رو جلسه گذشته کار کردیم با هم. Isst du gerne Fisch? آیا ماهی میخوری؟ Ja, sehr. Ja, sehr. آره خیلی. Und ich esse gerne Salat. Ja, und ich esse gerne Salat. و سالاد هم میخورم. Tomaten. Möhren. بچه Möhren هویج. Ist schon. دو وایست شون خودت که میدونی دو وایست شون فعل بچه ویسن هستش بنویسم براتون فعل ویسن دانستن دو وایست شون خودت میدونی که ورته سب کن فعل ورتن بچه ها ورته گه سب کن خب ادامه میدیم مخه اینه لیسته ایش مخه اینه لیسته بچه ها ایش مخه اینه لیست یعنی یه لیست بذار بنویسم یا یه لیست درست کنم ایش مخه اینه لیست لیست بچه به معنای همون لیست ایش مخه اینه لیست خب بچه دی لیست یادتون باشه این کیلو توماتن این کیلو توماتن خب این کیلو پس اینجا بنویسید بچه ها این کیلو Tomaten. Und ein Kilo Möhren. Und ein Kilo Möhren. Ein Kilo Möhren. Haben wir Öl? Haben wir Öl? Öl به معنی بچه روغن بود. میگه Haben wir Öl? روغن داریم؟ Moment. Moment. Moment میگه یه دقیقه صبر بکن. یک دقیقه. Ja, Öl ist noch da. Ja, Öl ist noch da. بله داریم. یا اینجاست. Aber wir brauchen Milch. بچه brauchen به معنای احتیاج داشتنه. یه فعل با قاعده هم هستش. Aber wir brauchen Milch. یعنی شیر احتیاج داریم. Gut. Gut. Milch. Milch. Liter. Zwei Liter. Zwei Liter. یعنی دو لیتر. Was noch? Was noch دیگه چی؟ پس بچه ها was noch به معنای دیگه چی؟ Sechs Eier und Sechs Eier خب اینجا می نویسیم Sechs Eier Eine Flasche Orangensaft Und eine Flasche Orangensaft بچه ها eine Flasche خب یه لغت جدید داریم بچه ها فلاشه فلاشه به معنای بطری هستش و مؤنث دی فلاشه پس eine Flasche Orangensaft میگه یه بطری هم چی آب پرتقال پس فلاشه دی فلاشه alles klar alles klar یعنی اوکی und käse bitte und käse bitte و پنیر لطفا 100 گرم 100 گرم 100 گرم 100 100 گرم اینم از این خب بریم سراغ تمرین بعدی بچه ها اوفکا به دقای
Zu zweit hören Sie zwei noch einmal, ergänzen Sie die Grammatik. گفته تمرین دوم رو یک بار دیگه گوش بکنید و این گرامر این قسمت رو هم پر بکنید. خب شما لطفا توی خونه گوش بدید. خب بچه ها جدول اول رو نگاه بکنید. فعل اسن رو صرف کرده. ما این رو با هم دیگه کار کردیم. خب ایش اس دو ایست یا اس ایست ویا اسن یا است زیون زی اسن. اینو کاملا شما یاد گرفتید. خب بچه حالا کاین آرتیکل داریم. کاین آرتیکل یعنی بدون هیچ آرتیکل یا حرف تعریفی. مثلا ایش اس گرن کزه. شما نمیتونید بگید ایش اس گرن دیر کزه. چون حالت کلی دارید صحبت میکنید. میگید که مثلا من پنیر میخورم. من گوشت میخورم. من ماهی اصلا نمیخورم. خب پس شما نباید اینجا از آرتیکل استفاده کنید چون حالت کلی دارید صحبت میکنید. اوکی؟ پس ایش اس گرن کزه، ایش اس گرن بروت، ایستو گرن فیش. ما این جمله رو داشتیم دقیقا توی هوغن. ایستو گرن فیش، دقیقا این رو ما توی هوغن داشتیم بچه ها. میگه چی؟ آیا ماهی میخوری؟ این هم از این. مثلا چند تا جمله سازی با هم دیگه انجام بدیم. ایش اسه گرنه. بچه گرنه رو شما زیاد خواهید دید. گرنه به معنای کاری رو با علاقه انجام دادن و زیاد انجام دادن. ایش اسه گرنه مثلا فلایش. فلایش میشه چی؟ به معنای گوشت بود. ایش اسه گرنه فلایش. یا مثلا ویا اسن گرنه زلات. خب این هم از این. اگه بخوایم سوالیش کنیم بچه ها، اسن زی گرنه زلات، اسن زی گرنه زلات و خب اسن زی گرنه زلات. بریم سراغ تمرین بعدی بچه ها. آفکاب فیا یه تمرین شنیداری هستش دوباره. هوغن اون شپیلن زی پارتنر پارتنرین آ زایگت آف این بیلد آف زایت این هوندرد نوینون فیه زیش پارتنر پارتنرین به آنتورتت. میگه که گوش بکنید و بازی بکنید. خب دوستتون یا شریکتون سایکت بچه سایگن هستش، به معنی نشان دادن هستش. میگه یه تصویر رو صفحه 149 به شما نشون میده و دوست شما باید جواب بدید یا برعکس. ترک بچه 55 هستش. اینو لطفا گوش بکنید و صفحه 149 لطفا برید. خب بچه حالا با هم دیگه گوش بکنیم و آنالیز بکنیم. Aufgabe 4. Aufgabe 4. تمرین 4. Was isst du denn gerne? Was isst du denn gerne? معمولاً چی می‌خوری؟ چی بیشتر می‌خوری؟ Was isst du gerne? Salat. Salat. Und was trinkst du gerne? Und was trinkst du gerne? چی بیشتر می‌نوشی؟ Tee. چای. Isst du gerne Salat? Isst du gerne Salat? Ja. Trinkst du gerne Tee? Nein. خب بچه ها برای اینکه شما بهتر یاد بگیرید و اینکه شما توی شرط کلاسی نیستید و پارتنر یا پارتنرین رو ندارید، شما باید جمله سازی برای خودتون انجام بدید و جمله ساده بنویسید و بعدش به سوالی تبدیلش کنید. Ist du gerne Salat? Trinkst du gerne Tee? آیا خیلی چای می نوشی؟ Trinkst du gerne Kaffee؟ یا هر چیز دیگه. و سعی بکنید حتما جمله سازی ها رو انجام بدید. یه دونه یا او دو ناین فخاگه بود بچه ها که فعل می اومد اول، جای فعل و فاعل کلن با هم عوض می شد، مثل ایست تو گرنه زلات، و جواب هم یا او دو ناین بود و جمله سازی ساده هم که کامل شما بلد بودید. بریم سراغ تمرین 5. اوند زی واس اسن اون ترینکن زی گرنه شخایبن زی فوادن بلوگ. خب گفته که شما بیشتر چی می خورید و می نوشید. خب جمله سازیه که باید حتما انجام بدید. مثلا ایش اس گرنه زالات اون ایش ترینکه گرنه کافه.
این رو هم حتما انجام بدید. خب تمرین ششم لیسن زی دن بلوک تکست ایغه پارتنرز اون به غیش دنزی گفته که خب اینا رو بخونید و در مورد یه نفر دیگه صحبت بکنید. مثلا نینا ایست گیرن چی؟ زالات اوند زی ترینکت گیرن ته. خب بچه یه سوال دیگه هم با اتون کار بکنم که بتونید بیشتر صحبت بکنید. مثلا واس ایز داین لیبلینگز اسن؟ غذای مورد علاقت چیه؟ واس ایز یا لیبلینگز اسن؟ غذای مورد علاقتون چیه؟ واس ایز داین لیبلینگز گتخنگ؟ واس ایز یا لیبلینگز گتخنگ؟ اینو سوالشو براتون می نویسم که اینجا بلد باشید، خالی از لطف نیست. واس ایز، خب اگه مؤدبانه بخوایم بپرسیم میشه ایا لیبلینگز اسن، واس ایز ایا لیبلینگز اسن خب یا واس ایز داین لیبلینگز اسن؟ جواب مثلا میتونید بنویسید ماین لیبلینگز اسن ایست مثلا پیتزا. غذای مورد علاقه من پیتزا هستش. خب بچه ها ما از ماین لیبلینگز اسن استفاده کردیم. خب اسن بچه ها داس هستش به معنای غذا و خونسا هستش، پس از ماین استفاده کردیم. حالا اگه بخوایم دوتا یعنی جمع استفاده بکنیم چه کار میکنیم؟ خب ماین جمعش میشه چی بچه ها؟ ماینه، ماینه، اینو یادتون باشه. خب لیبلینگز ماین لیبلینگز اسن. خب بچه ها اسن نمیشه اسنز، اسنه یا هر چیز دیگه. اسن جمعش همون اسن هستش. ماین لیبلینگز اسن. خب ایست هم به زیند تبدیل میشه همونطور که بهتون گفتم. میخوایم بگیم غذاهای مورد علاقه من هستند، پس از زیند استفاده میکنیم. پیتزا اوند مثلا همبورگا. این هم هست. خب پس این لغت ها، این جملات رو حتما یاد بگیرید. واس ایز ایا لیبلینگز اسن یا واس ایز داین لیبلینگز اسن؟ ماین لیبلینگز اسن ایست پیتزا. اگه جمع میخواییم استفاده کنیم و از دو تا سه تا هر چند تا غذا استفاده بکنیم میگیم ماینه لیبلینگز اسن زیند پیتزا اون همبورگا. خب یه سوال دیگه بچه ها، واس ایست، حالا ایا یا داین؟ اینجا داین استفاده میکنیم دوستانه تر. واس ایز داین لیبلینگز گتخنگ؟ خب بچه ها آ اوملاوت هستش بچه ها، یادتون باشه حتما. من اینجا نمیتونم براتون بذارم، یعنی نوشیدنی مورد علاقت چیه؟ خب جواب میتونیم بگیم ماین. لیبلینگز گتخنگ ایست مثلا کولا. خب این یه جمله. اگه بخوایم جمع استفاده بکنیم میگیم واس زیند داینه. داین میشه داینه، اینو یادتون نره. داینه لیبلینگز گتخنکه.
خب was sind deine Lieblingsgetränke؟ جواب meine Lieblings Getränke sind مثلا Cola und Tee. خب اینم از این. بچه‌ها این جملات رو به کار بردیم، همین ها رو میتونید برای اوبست و گمیوزه هم استفاده بکنید، یعنی سبزیجات مورد علاقتون چیه و میوه مورد علاقتون چیه. مثلا was ist dein Lieblings Obst یا was ist ihr Lieblings Obst، میوه مورد علاقت چیه. mein Lieblings Obst ist Banane، اگه جمع بخوایم به کار ببریم was sind deine یا ihre Lieblings Obst، meine Lieblings Obst sind بانانه اوند آپفل مثلا. خب این جمله سازی رو حتما بچه ها انجام بدید توی خونه و سعی کنید صحبت بکنید. وقتی که صحبت بکنید و این جمله سازی رو انجام بدید، این گرامر راحت توی ذهنتون جا میگیره. خب جلسه امروزمون هم به پایان رسید بچه ها. تا تمرین 6 با هم دیگه کار کردیم و فقط یه بخش از صفحه 36 موند که جلسه آینده با هم دیگه این رو هم کار میکنیم. امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.